سلام، من هانیم، به اتاق 13 خوش اومدید. سلام، منم بهرامم، به اتاق 13 خوش اومدید. داستانی که امروز خواهیم براتون روایت کنیم در مورد یک خانومیه و خانوادش، که خب این خانوم توی سوشال مدیا خیلی فعال بودن، خیلی ازش خودشون و خانوادشون روابطشون عکس میذاشتن و خب به نظر میومده که خانواده خوشبختی بودن، ولی خب ما واقعا نمیدونیم که پشت پرده این عکس ها چی بوده، چه چیزی در جریان بوده. مثلا شده که آدم از خانوادهانو خبر نداره داخل خونه چه اتفاقی میفته. دقیقاً. مثلا شما الان نمیدونید که من که اینجا نشستم آیا یک ساعت قبل یه فصل کودک مفصل از بهرام خوردم یا نه. بنابراین بریم داستان امروزمون رو شروع کنیم. شالون یک زن آمریکایی بود که در سال 1984 به دنیا اومده بود. چشمای قهوه‌ای داشت، موهای مشکی، حدوداً قدش 1.69 سانتی‌متر بود و در کل ظاهر زیبایی داشت. وقتی که خیلی جوان بود، ازدواج کرد و در سال 2009 در سن 25 سالگی هم از همسرش جدا شد. خیلی طلاق سخت و پردردسری شده بود و کل زندگیش رو تحت شعاع قرار داده بود. شاید تصمیم گرفت کار کنه، زندگیش رو سر و سامون بده، سر یک سال تونست برای خودش خونه بخره و در همین موقع ها بود که همون موقعی که احساس میکرد همه چیز خوبه و دیگه هیچ مشکلی نداره، موها شروع به ریختن کردن و شانون متوجه شد که بیماری لوپوس داره. تو سال 2010 شانون با کریس توی فیسبوک آشنا شد، ولی واقعا شانون فکر نمیکرد که این رابطه اینقدر جدی بشه. شانون میگه که وقتی کریس رو دیدم بهش گفتم نه، من نمیخوام، هیچ علاقه بهت ندارم و دوست ندارم این رابطه رو ادامه بدم. اگه نخواهیم از حق بگذریم، کریس اون زمان یعنی در سال 2010 یه کمی خیلی چاق بوده بود، فکرم 115 کیلو بود جوری که خودش میگفت، قیافه خوب و دلنشینی نداشت و خب شانون واقعا زیبا بود. با پیگیری‌هایی که کریس داشت و با وجود خانواده‌اش که خیلی مخالف این ازدواج و این وصلت بودن، شانون و کریس تو سال 2012 با هم دیگه ازدواج کردن. اون موقع شانون 28 سالش بود و کریس هم 27 سالش بود. I will love you. I will love you. And stand by you. And stand by you. As long as we both shall live. As long as we both shall live. Chris, you may kiss your wife. کریس تونسته بود توی ایالت دیگه یه کار خوب و پردرآمد پیدا کنه. اون به عنوان کارمند یه شرکت خصوصی که نفت و گاز استخراج میکرد کار میکرد و خب شانون هم برای یه شرکتی که تولیدی مکمل‌های غذایی داشتن به عنوان فروشنده کار میکرد. در مدت 6 سالی که با هم زندگی کردن، در سال 2013 یه دختر به دنیا آوردن به اسم بلا و در سال 2015 یه دختر دیگه به دنیا آوردن به اسم سیسی و شانون باردار هم بود برای بار سوم، چیزی بود که هر دوشون میخواستن و خوشبختانه این فرزندشون پسر شده بود، چیزی که کریس دوست داشت، علاقه داشت که باشه. سر اسمم یه ذره با هم مشکل داشتن. کریس دوست داشت که اسم پسرش رو بذاره کریستوفر، هم اسم خودش باشه، ولی شانون دوست داشت اسمش رو بذاره نیکو و خب کریس هم به همسرش احترام گذاشت ظاهراً و قبول کرد که اسم فرزندشون نیکو باشه. در سال 2015 کریس و شانون اعلام ورشکستگی کرده بودن. وامای سنگین دانشجوییشون و هزینه های درمان سرسام‌آور بود و خب نمیتونستن از پس هزینه هاشون بر بیان. برای همین هم خودشون راحت کردن و گفتن که ما ورشکسته ایم. تا اینجای داستان شما هر چی شنیدین در مورد گذشته شانون و کریس بود، اما از اینجا به بعد داستان یعنی از سال 2018 شروع میشه، زنجیره اتفاقاتیه که به اون اتفاق شوم میرسه، اتفاقی که نباید میافتاد شاید. پس بریم داستان رو از همینجا شروع کنیم. شانون و بچه‌ها یعنی بلا و سیسی قرار بود برای 6 هفته برن به کارولینای شمالی و اونجا با خانواده‌هاشون خوش بگذرونن. کریس ولی سر کار بود و قرار شد که فقط هفته آخر رو بره اونجا و پیش اونا باشه.
هفته دوم یا سوم مسافرتشون بود که شانن تصمیم گرفت که بچه هاش رو بره خونه پدر و مادر کریس تا اونها هم بتونن با نوه هاشون خوش بگذرونن، آشنا بشن با هم دیگه. و خب رابطه شون هم از اون زمان ازدواج دیگه تغییر کرده بود و با هم بهتر شده بود روابطشون. اما زمانی که شانن بیرون از خونه بود، وقتی وارد شد دید که مادر کریس یه دونه بستنی داره میده به سیسی و خب سیسی آلرژی داشت، ممکن بود که حالش بد شه، جونش در خطر باشه. با مادر کریس درگیر شد و بهش گفت که تو داری بچه منو میکشی. و مادر کریس هم گفت من نمیدونستم که سیسی حساسیت داشته و خب اصلا قصد بدی نداشتم، بچه است، یه بچه بستنی دوست داره. ولی خب این دعوای لفظی خیلی بالا گرفت و کار به جایی رسید که پدر و مادر کریس شانن و نوه هاشون رو از خونه شون بیرون کردن و خب به شانن خیلی برخورده بود، خیلی ناراحت شده بود. دقیقا خیلی ناراحت شده بود. خب شما چرا با من همچین کاری کردین؟ و خب به کریس هم گفت و به کریس گفت که من عاشق خانواده‌ام، من عاشق بچه‌هامم، نمیتونم تحمل کنم که ببینم جونشون در خطر میفته، چرا مادرت رعایت نمیکنه؟ و خب واقعا هم سیسی حساسیت داشت و شانن دروغ نمیگفت. ولی تنها چیزی که کریس پرسید این بود که آیا پدر و مادرم میتونن دوباره بچه ها رو ببینن؟ و شانن هم خب عصبانی بود، گفت نه هرگز. بعد از دعوا شانن برگشت پیش خانواده‌اش و اونجا برای سیسی تولد گرفتن، ولی خانواده کریس به اون تولد نیومدن. تقریبا 2 یا 3 هفته از اومدن شانن به کارولینای شمالی میگذشت. اما در این مدت کریس حتی یک بار با خانواده‌اش تماس نگرفته بود، یک بار بهشون زنگ نزده بود حالشون رو بپرسه. فقط شانن زنگ میزد که با بچه‌ها صحبت کنه کریس، یا بهش پیام میداد، ولی تا خود شانن تماس نمیگرفت کریس پیام نداشت، انگار خانواده ای نداره، مهم نیست. و هر وقت هم شانن بهش میگفت که کریس خب من به درک، منو فراموش کن، بیا به بچه هات زنگ بزن، به دخترات زنگ بزن. اما کریس میگفت نه ببخشید، من احساس بیشور بودن میکنم، کار داشتم، حواسم نبوده. و خب هر سری بهونه ای می آورد و اصلا دیگه از اون مرد خانواده دوست مهربون دیگه خبری نبود. و خب شانن خیلی نگران بود. تقریبا 31 جولای بود که کریس پرواز کرد و اومد کارولینای شمالی پیش خانواده‌اش. در این سفر شانن بیشتر از اون چیزی که فکر میکرد کریس ازش فاصله گرفته بود. در این 1 هفته‌ای که در کارولینای شمالی بودن با هم، کریس یک بار فقط در فرودگاه بوسیده بودش، نه دستشو گرفته بود، نه لمسش کرده بود، نه با هم سکس کرده بودن، هیچی. حتی در یکی از پیامهاش شانن به دوستش میگه بابا بچه ها خوابیدن، 5 هفته از ما سکس نکردیم با هم، من دوش گرفتم. ولی کریس اصلا براش اهمیتی نداره، اصلا بعیده که کریس 5 هفته بدون رابطه جنسی باشه، مگه اینکه یه جای دیگه کارشو کرده باشه. شانن همش به دوستش میگفت که کریس با من میگه رابطمون اوکیه، هیچ مشکلی نیستش، من تو رو دوست دارم. ولی در همین مسافرت 1 هفته‌ای اخیر که کریس اومده پیش خانواده‌اش، به شانن گفته که من بچه سوم رو نمیخوام و فقط بلا و سیسی بستمونه. من فقط نمیدونم چرا بعدش فهمیده که بچه سوم رو نمیخواد. وقتی که موقعش بوده نگفت. وقتی که موقعش بوده اصلا آشنایی با چیز خاصی نداشته و نگفت.
نگفته. و خب شالون خیلی از این مسئله ناراحت بود، میگفت ما توافق کردیم، ما هر دو با هم بچه سوم رو میخواستیم و من الان نمیدونم چرا کریس عوض شده. با این حال اینا برگشتن به فردریک شهر خودشون و شبی هم که برگشتن دوباره کریس دست رد به سینه شانون زد و باهاش رابطه جنسی برقرار نکرد، بغلش نکرد، اصلا انگار دیگه شانون رو دوست نداشت، واقعا میتونم هیچ انگیزه هیچ میلی نداشت بهش. و خب فردای اون روزی که اومدن شانون سونوگرافی داشت برای بچه که برن ببینن اوضاعش چجوره و کریس انقدر سرد برخورد میکنه که شانون تصمیم میگیره مهمونی تعیین جنسیت رو نگیره، چون واقعا آبروریزی میشد با این رفتاری که کریس داشت. بعد خب شانون توی فضای مجازی فعال بود، هر لحظه از خودش خانواده‌اش عکس میذاشت و اگه قرار بود که کریس بد رفتار کنه خب همش میرفت، همه میدیدن، همه میدیدن، برای همین هم لغوش کرد دیگه. در 10 آگوست شانون قرار بود که به یک سمینار کاری به یه ایالت دیگه ای بره، بنابراین بلا و سیسی بچه هاشون قرار بودن که از جمعه تا یک شنبه پیش کریس بمونن و کریس از بچه ها مراقبت کنه. و خب شانون خیلی مهم بود که به این سفرهای کاری بره، چون به حساب ارشد اون شرکت بود و باید شرکت میکرد و حتی سخنرانی در پیش داشت. و خب شانون قبل از اینکه بره به این مسافرت یک نامه برای کریس نوشت، سعی میکرد که با این نامه روابطشون رو بهتر کنه و فکر نمیکنم که خالی از لطف باشه اگه بریم این نامه رو با هم بشنویم. کریس عزیزم، من نمیدونم از کجا باید شروع کنم. من خیلی احساس سردرگمی میکنم. من حتی نمیتونم توضیح بدم که چقدر این موضوع دردناکه. 5 هفته گذشته خیلی برام سخت بوده. من دلم واسه همه چیز تنگ شده. برای نفس اول صبحت، لمس کردنت، لبهای تو روی لبهام، دلم برای همه چیز تنگ شده. برای در آغوش گرفتنت، دلم برای بوییدنت توی رخت خواب تنگ شده. دلم واسه رو در رو صحبت کردن باهات تنگ شده. دلم واسه خندیدنت و بازی کردنت با بچه ها تنگ شده. من خنده اونها رو با تو دوست دارم. من دلم واسه لخت دیدنت وقتی روی منی و عشق بازی میکنیم تنگ شده. خدای من، دلم واسه داشتنت کنارم وقتی احساس دلتنگی و ناراحتی میکنم تنگ شده. من بدون تو فقط دلم برای جهنم تنگ میشه. من واقعا نمیدونم چرا ما اینقدر با هم ناسازگار شدیم. تنها اتفاق بزرگی که افتاد بین مادر تو و من بود. من چیزی که اتفاق افتاده رو نمیتونم تغییر بدم و من تلاش میکنم با تو و اونها این مشکل رو حل کنم. باید بینمون احترام متقابل باشه. یه عذرخواهی از طرف مادرت خیلی قشنگه. این دوران زندگی دخترامون دیگه جایگزین نمیشه. من فقط یه بار دیده بودم تو اینجوری به کسی بی‌محلی کنی و اون هم با خانوادت بعد ازدواجمون بود. ما لایق اینیم که همه خانواده رو در زندگیمون داشته باشیم، با عشق نه با نفرت. من نمیخوام تو رو هرگز از دست بدم. من متمدن هستم و باهاش کنار میام. تنها چیزی که با مادرت لازم دارم احترام متقابله. من هر کاری برات انجام میدم. آخرین کاری که ممکنه روی زمین انجام بدی اینه که به کسی صدمه بزنی. تو لیاقت کل دنیا رو داری و من دوست ندارم تو صدمه ببینی. من آزار میده. من نمیتونم و تو رو از دست نخواهم داد. بدون جنگیدن برای خودمون. من همیشه مبارزه میکنم برای ازدواجمون و تو. این سخت‌ترین چیزیه که من تا حالا باهاش دست و پنجه نرم کردم. اما ارزشش رو داری. به من بگو به چی نیاز داری. با تمام وجودم دوستت دارم عزیزم. برای همیشه، همیشه عشق، شانن. اما تا اینجای داستان ما هر چی شنیدیم از شانن شنیدیم، از دید شانن دیدیم. اما الان بریم از کریس بشنویم. یعنی چه اتفاقی افتاده توی این 2 ماه گذشته که رفتار کریس عوض شده؟ مطمئنم پای یه نفر دومی در میاد. متاسفانه در 2 ماه گذشته که شانون همراه بچه ها رفته بود به کارولینای شمالی، کریس سر کارش با یه دختر دیگه به اسم نیکی آشنا شده بود. خب کاراشون مستقیم با هم در ارتباط نبود، ولی در یک شرکت واحد کار میکردن و در زمان استراحت نیکی میومد غذاشو از توی یخچال بر میداشت و میومد میذاشت. و خب کریس دیده بود نیکی رو.
کم کم سر صحبت رو با نیکی باز کرده بود و بهش گفته بود که آره من زن دارم، دوتا بچه دارم، ولی خب داریم طلاق میگیریم، فقط سر جزئیات مالی با هم مشکل داریم. حلقه ازدواج هم دستش نمیکرد. دقیقاً حلقه ازدواج هم نمیپوشته، یعنی علنا داشته میگفته که من دارم طلاق میگیرم و مجردم. و خب با هم رفته بودن بیرون، یه بار با هم رفتن بیرون و 4 روز بعد از اولین قرارشون نیکی عکسای نیمه برهنه‌شو برای کریس فرستاد و خب کریس هم بودو بودو رفت خونه نیکی و رابطه جنسیشون دقیقا از همین نقطه شروع شد و سریع رابطهشون جنسی شد. این در عرض 4 روز که با هم رفته بودن بیرون رابطه جنسی برقرار کردن. و خب نیکی میگفت من فکر میکردم که دارم طلاق میگیرم و هیچ مشکلی نداشته. اونا به شدت با هم در ارتباط بودن. در 6 هفته که شانن در کارولینای شمالی بود، کریس و نیکی در 1 هفته 5 بار همدیگر رو میدیدن و خب نیکی هم به چیزی شک نمیکرد، میگفت خب این اگه زن و بچه داشته باشه الان چه زن دقیقا برای همین شک نمیکرد که مثلا مشکلی وجود داره. حتی یک بار با هم رفتن خارج از شهر، شب اونجا کمپ کردن و موندن و انگار همه چیز نرمال بود و کریس یه مرد آزاد بود که فقط به فکر دوتا دختراشه. کریس قبل از این که بره تعطیلات برای نیکی نامه عاشقانه می نویسه، انگار که قشنگ برگشته دنبال نوجوانی و 14 سالگی 15 سالگی دوست دختر دوست پسر. آره یه نامه عاشقانه می نویسه و همینجوری که دارین می بینید عکس قلب و داخلش هم یه شعر عاشقانه نوشته بوده برای نیکی عزیزش. در زمانی که شانن در سفر کاری بود و بچه ها پیش کریس بودن و کریس مسئول نگهداری از بچه ها بود، شنبه شب اومد که برای بچه های پرستار بچه گرفت از حدود ساعت 3:30 و خودش با دوست دخترش نیکی رفت بیرون و خب به شانن گفته بود که من میرم باشگاه برای همین پرستار بچه گرفتم. بعد هم با نیکی رفته بودن یه رستوران، غذا خورده بودن و پول رو از کارت مشترک خودش و شانن هزینه رو پرداخت کرده بود و شانن متوجه شده بود. از کریس پرسیده بود که خب چی خوردی؟ کریس هم گفته بود یه دونه آبجو خوردم با ماهی سالمون، ولی خب شده $60. در صورتی که شانن وقتی که لیست رو در آورد متوجه شد هزینه‌اش $30. بقیهش چیکار کرده و این براش سوال شده بود. کم کم شک کرده بود که یه اتفاقایی داره میفته. آره، وقتی که شوهرش دوست داشته 100% میفهمید. رفتارشو فهمیده بود که عوض شده. ولی به روی شوهرش نیاورد. مثلا نرفت مستقیم بگه کریس تو داری به من خیانت میکنی. با این حال از سفر کاری برگشت ولی دوستش میگفت خیلی اون شب حالش بد بوده، خیلی به هم ریخته بوده و میگفته که من میخوام برگردم خونه. با این حال با کریس صحبت کرد، بهش پیام داد، حتی ازش پرسید که نهار فردا چی دوست داری برات درست کنم و کریس هم بهش جواب داد. و در حدود ساعت 1:45 دوست شانان نیکول اون رو به خونش رسوند و این آخرین باری بود که شانان زنده دیده شد. در روز 13 آگوست حدود ساعت 12:30 بعد از ظهر، املاکی که دنبال کار فروش خونه کریس و شانون بود توی گروه مشترکشون پیام گذاشت و کریس جوابش رو داد ولی شانون جواب نداد. املاکی هم از کریس پرسید که آیا شانون حالش خوبه، چرا جواب نمیده. اصلا این موضوع خیلی براشون عجیب بود که شانون چرا جواب نمیده. شانون معمولا کارش آنلاین بود، با تلفنش سر و کارش، اصلا عجیب بود که یه پیام رو بلافاصله سین نکنه. و بعدش کریس هم بهش جواب داد که جواب منم نمیده، منم ازش خبر ندارم و این خیلی عجیبه. در همون روز، یعنی در ساعت 1:40 بعد از ظهر، نیکول دوست شانون سعی میکرد که با شانون تماس بگیره،
اما هر چقدر که زنگ میزه هرشان جواب نمیداد و اصلا قرار بود که اون روز با هم برن چکاپ بارداری ساعت 9 صبح، ولی خب شانون نه رفته بود چکاپ بارداری و نه جواب تلفنش رو میداد و نیکول واقعا عصبی شده بود، ناراحت بود و دوستای خیلی صمیمی با هم بودن، تقریبا از جیکوپی که هم دیگه کاملا خبر داشتن و با کریس هم تماس گرفته و کریس هم گفته بود که آره من خبری ندارم ازش، نمیدونم کجاست، جواب منم نمیده. و نیکول تصمیم گرفت که بره در خونه شانون و ببینه شانون اوکی یا حالش خوبه یا نه. اما وقتی رسید اونجا دید که کفشای شانون که باهاشون بیرون میره هست، ولی درا قفله و شانون جواب نمیده و اصلا نیکول تصور میکرد که شاید شانون داخل خونه است و حالش بد شده چون مریض هم هست، خیلی مریضی سختی داره، دو تا بارداری هم داشته با توجه به اینکه انقدر مریضی بدی داره. بنابراین تصمیم گرفت که زنگ بزنه به 911. My name's Nicole and I'm calling because I'm concerned about a friend of mine. I dropped her off at her house at 2 in the morning last night and I haven't been able to get a hold of her this morning, and I've gone to her house and her car is there, but she won't answer the door, she won't answer phone calls, she won't answer text messages. They have two little girls, 3 and 4. I mean, there's no movement in the house whatsoever. What's her name? Shanann Watts. Alrighty, we will have an officer come out that way as soon as we can. I would just advise you, you know, to not try to make it this weekend. Right. And I dropped her off at 2 o'clock this morning. She was very distraught over the weekend, wasn't eating normally or drinking, and we kept trying to force it on her. با رسیدن آفیسر و چک کردن اوضاع متوجه شد که واقعا کمی غیر عادیه که شانون نیستش. حتی در اون لحظه آفیسر هم فکر میکرد که شانون داخل خونه است و حالش بده و خب نمیتونستن بدون اجازه کریس داخل خونه بشن، اجازه نداشتن و رمز گاراژ رو هم نداشتن. بنابراین با کریس تماس گرفتن، کریس هم گفت که آره منم هرچی بهش زنگ میزنم جواب نمیده. برای همین بهش گفتن خب باشه بیا خونه، در رو باز کن، ما بریم تو خونه، خونه رو چک کنیم. و کریس اومد از داخل گاراژ وارد خونه شد و تا مدت زمانی که رفت در رو باز کنه حدوداً 2 دقیقه طول کشید و مشخص نبود که تو این 2 دقیقه چی کار میکرده. و بعدش هم آفیسر رفت تو خونه، هیچ نشونه ای از درگیری نبود، شانون و بچه ها داخل خونه نبودن. خود کریس حلقه شانون رو پیدا کرد، گفت حلقش دستش نیست، کیف پولش، داروهاش و پتوی بچه ها نبود، پتوی که باش عادت داشتن به خوابن نبود و خب مشخص بود که شانون داخل خونه نیست. دقیقا. ولی مثلا بگید به فرض بگید که مثلا یه کفش دیگه پا کرده، حالا مثلا اون کفشش نکرده، کیف پول که لازم داشته بالاخره هر جوری باشه وسایلش برمی‌داشت. برای همین دیگه آفیسر هم شک کرده بود که یه اتفاق بدی این وسط افتاده. در این بین یه همسایه هم وجود داشت، ظاهراً اتفاقات بدی قبلا براش افتاده بود و در خونش دوربین مداربسته گذاشته بود و یه تیکه گاراژ خونه کریس رو همون دوربین می‌گرفت. و خب آفیسر اومد داخل اون خونه اون آقا، دوربین رو با هم چک کردن و نشون نمیداد که شانون و بچه‌ها از خونه اومده باشن بیرون. ماشین شانون هم داخل گاراژ بود و خب مسلماً شانون با ماشین نرفته. فقط در ساعت 5:20 نشون میداد که کریس از خونه اومده بیرون، ماشینش رو آورده نزدیک گاراژ و یه چیزی رو بارگیری کرده و هم سوار ماشین شده و رفته. Because if there is any sort of action out there, his cameras, I would have got it. I've had issues the other week when people were coming for stealing stuff out of like garages and stuff like that. And I parked my truck. I had your park right here. Yeah. Could someone see if I can see where someone tried to jimmy with a flathead screwdriver over there? Yeah, I thought nothing. Nothing for the rest of the day. Pregnant as well. How far along? 14-15 weeks.
normally, you can ask them, he's normally quiet, real subdued. He never talks. So the fact that he's over here blabbing his mouth makes me kind of suspicious. Yeah, but I mean, put yourself in his situation. Oh, I agree. You know, anyone's going to be nervous, you don't know what to do. در روز 14 آگست، یعنی یه روز بعد از گم شدن شانن دخترها، اطلاعیه‌هایی رو چاپ کردم و به همه جا زدم و همینطور با همسایه‌ها هم مصاحبه کردم به امید اینکه یه اطلاعاتی نشونه چیزی داشته باشن، ولی هیچ خبری از کسی نشد. کریس هم با رسانه داش مصاحبه می‌کرد و امیدوار بود که خانواده‌اش برگردن و بتونه دوباره اونها رو دور هم جمع بکنه. Chris Watts. WATTS. You think she just took off? Do you think? I mean, right now I don't even want to just like throw anything out there. Like, I hope that she's somewhere safe right now and with the kids. But I mean, because she just taken off, I don't know. But if somebody has her and they're not safe, like, I want them back now. Yeah, this might be a tough question, but did you guys get into an argument before she left? It wasn't like an argument. We had an emotional conversation, but I'll leave it at that. But it's. I just want them back. تقریبا دو روز بعد از گم شدن شانن و دخترها، نیکی با کارآگاه‌ها تماس گرفت و گفت که آره، من معشوقه کریسم. دو ماه پیش با هم وارد رابطه شدیم و کریس به من نگفته بود که یه زن باردار داره. اون میگه که در 13 آگوست، یعنی روزی که شانن و دخترها گم شدن، کریس با من تماس گرفت و گفت که شانن دخترهاش رو برداشته با خودش برده و گم و گور شدن و خب من خیلی از این مسئله ناراحتم. نیکی میگه من خب تعجب نکردم، اینا دیگه اینا تو طلاق بودن، ممکن بود که مثلا بحث بشه. ولی وقتی که من توی اخبار شنیدم که شانن کفشاش دم در بوده، ماشینش رو با خودش نبرده، از همه مهمتر داروهاش، کیف پولش، و خب میگه از این مسئله نگران شدم. میگه دو روز اول من کریس رو تحت فشار قرار دادم و بهش میگفتم که خب بگو زن و بچت کجان، تو حتما خبر داری. و کریس میگفت که نه، من خبر ندارم، نمیدونم چی شده. و من میگه در آخر به کریس گفتم دیگه با من تماس نگیر تا وقتی که زن و بچت پیدا بشن. تو در مورد همه چیز به من دروغ گفتی، زنت بارداره و خب من از کجا بدونم که تو کار دیگه ای نکردی؟ دیگه برای سن من دروغ نگفتی. و نیکی کاملا با کارآگاه‌ها همکاری کرد، حتی لپتاپش، گوشی تلفنش رو در اختیار اونا گذاشت و چک کردن و متوجه شدن شب قبل از این که شانن ناپدید بشه، نیکی در سایت های پورنوگرافی دنبال آموزش سکس مقعدی بوده و اینکه در روز 13 آگوست هم دنبال لباس عروس میگشته، تقریبا 2 ساعت به صورت آنلاین دنبال لباس عروس میگشته و مشخص بود که بین اون و کریس یه حرفایی زده شده دیگه. آره، حالا دیگه پلیس کاملا شک کرده بود، میگفت که کریس معشوقه مخفی داره و این اصلاً چیز خوبی نیست. برای همین هم دیگه برای اولین بار کریس رو آوردن که باهاش مصاحبه کنن و کریس گفت که آره، من ساعت 4 صبح از خواب بیدار شدم، ما شب قبلش رابطه جنسی داشتیم، بعد اومدم با هم صحبت کردیم و من بهش گفتم که شانن دیگه این رابطه کار نمی کنه، من دیگه تو رو نمیخوام، تو رو دوست ندارم. و شانن گیر داده بود که آره، تو دوست دختر داری، تو با کس دیگه ای، پای کس دیگه در میونه. و من بهش گفتم که نه اصلا پای کسی در میون نیست، من فقط دیگه بهت علاقه ندارم. و شانن عصبانی شده بود و منم ناراحت بودم از این مسئله، از خونه زدم بیرون. دیگه از اون لحظه به بعد از شانن خبر ندارم. شانن احتمالاً با من مشکل داشته، بچه‌ها رو برداشته و رفته. کارگاه ها به شک کرده بودن و ازش خواستن که بیا و تست دروغ سنج بده که ما مطمئن شیم دیگه تو رو به عنوان مظنون حذفت کنیم. اگه تو دروغ نمیگی بیا تست. آره دیگه، اونم قبول کرد. یعنی مثلا کریس خیلی نرمال با قاطعیت قبول کرد و گفت باش میدم تستو. That you hadn't talked to you since any of this has happened, and you're basically having to relay all of the details of exactly what happened. So, like, I woke her up after I got ready and everything, and then we had talks about, like, the selling the house and about separation and
Does she accuse you of anything? I mean, being a woman, I mean, she's like, is there somebody else? I'm like, no, there's nobody else. I mean, this is me talking to you about this. Isn't it like somebody came into my life and took me from you? This is, you know, me talking to you. Okay, so I want you to have confidence in the fact that you had nothing to do with this disappearance. Like, we're going to find that out today. And obviously, I mean, I hope that, you know, if you did have something to do with their disappearance, it would be really stupid for you to come in and take a polygraph today. Exactly. Right? Like, it would be really dumb. Like, you should not be here right now sitting in this chair if you had anything to do with Shanann and the little girl's disappearance. Okay? The coolest thing about this is right now, there's only one person in this room that knows what the truth is. And in about 5 minutes, there's going to be two of us. So that's the coolest part, okay? And then I can go share that with them out there. Okay? Okay. The test is about to begin. Please remain still. Regarding Shanann's disappearance, do you intend to answer all of the questions truthfully? Yes. Is your first name Christopher? Yes. Did you physically cause Shanann's disappearance? No. Are you lying about the last time you saw Shanann? No. I really need your breathing to be normal. Okay. You are like all over the place. So. I'm sorry. It's okay. Like sometimes I feel like I'm not breathing enough. I'm like, I don't want to do that. So. Yeah. Before 2018, did you ever say anything out of anger to a loved one? Yes. No. Do you know where Shanann is now? No. Did you physically cause Shanann's disappearance? No. Are you lying about the last time you saw Shanann? No. All right, how'd you feel? Same as all of it? I think it was the same to everything. For ya. It's kind of hard to relax. I know, I get it. بعد از تست دروغ سنج، همون جوری که خودتون هم دیدین، کاملا تابلو بود که کریس داره دروغ میگه. یعنی به قدر این بشر خودش رو سفت و محکم گرفته بود و صداش انگار از ته گلوش میومد، مشخص بود که داره یه چیزی رو پنهون میکنه. من دلم نمیاد راستش که اینا رو براتون تعریف کنم، انقدر که کاراگاه‌ها زیرکن، انقدر که جالب از زیر زبون متهم‌ها حرف میکشن، ترجیح میدم که این تیکر خودتون ببینید. So, it is completely clear that you were not honest during the testing, and I think you already know that. You did not pass the polygraph test. Okay. So now we need to talk about what actually happened. I feel like you're probably ready to do that. I didn't lie to you on that polygraph, I promise. Chris, I know. Chris, stop. It's time. Just stop for a minute. Take a deep breath. I want you to take a deep breath right now. There's a reason you feel sick to your stomach. And when people hold stuff inside, it makes you physically ill. And I can just tell on your face, I can tell from the second you walked in that you were wanting to just come clean and just be done with this. And I appreciate that because you knew sitting down in that chair that you weren't going to pass today. And you knew I was going to find out because I told you that. And then you continued to stay knowing that you could at the end say, you know what? I just need to get this off my chest. Like, I just need to tell you what happened. We're not here to play games. We're not here to do any of that with you. We just want to know what happened. So can you start from the beginning and tell us what happened? من خیلی از این تیکه حرف کاراگاه خوشم اومد. گفت که تو از اون لحظه‌ای که وارد شدی میخواستی که این داستان رو تموم کنی، میخواستی این بار از روی شونت برداری و خب کریس انگار نمیخواست قبول کنه چه اتفاقی افتاده یا چی کار کرده. با کاراگاه صحبت کرد، به کاراگاه گفت میتونم با پدرم حرف بزنم و خب اونا هم قبول کردن و پدرش اومد و کریس و پدرش اعتراف کرد که شانن بچه ها رو کشته و کریس از این مسئله عصبانی شده و شانن رو کشته. اما
کاراگاه ها حرف کریس رو باور نمی کردن. اونا معتقد بودن که کریس اون جمعه تا یک شنبهی که دخترهاش پیشش بودن اونجا بچه هاش رو کشته و بعدش که شانن اومده شانن رو به قتل رسونده. اون یه دوست دختر جوون و خوشگل داشت و تصمیم داشت که بره با دوست دخترش زندگی کنه، دوست دخترش رو میخواست و تصمیم داشت زندگی اولش رو به کل نابود کنه، انگار که اصلا زندگی وجود نداشته و نمیتونستم باورش کنن. کریس آدرس جایی که جنازه ها رو دفن کرده بود داد. جنازه شانون رو در یک قبر کم عمق که یه ذره کنده بود دفن کرده بود و جنازه بچه ها رو انداخته بود توی تانک نفت. ظاهراً کریس یکی از کاراش این بوده که به چاهای نفت سرکشی میکرده و دقیقاً جسد بچه ها رو انداخته توی تانک های نفت از شرشون راحت بشه و احتمالاً بچه هاش قرار بوده نفت بشن. دادگاه الان در جریان بود. این پرونده بود که بسیار پر سر صدا شده بود و مردم رو دسته شده بودن. یه عده میگفتن که آره شانون بده، کریس رو تحت فشار گذاشته، پاش روی گلوی کریس بوده، و عده دیگه میگفتن که شانون مظلومه، مظلوم واقع شده، کشتنش حق زندگی رو ازش گرفتن. و خب ما تجربه اینجور چیزا رو داریم، مثلا سر داستان همین بابک خرمدین یه عده بودن که میمدن میگفتن که اصلا کامنت میذاشتن برای ما که نوشته بودن ما نمیتونیم قضاوت کنیم که چرا پدر و مادرش کشتنش. ولی هر کسی هر کاری به نظر من کرده باشه حقش واقعا مرگ نیستش. ما نمیتونیم کسی رو مثلا چی بکنیم که آقا حق کسی مرگه، چون ما واقعا تصمیم قدرت تصمیم گیری رو نداریم. اصلا ما نمیتونیم جون کس دیگه رو بگیریم، ما این اجازه رو نداریم. و خب این خیلی حس بدیه. مثلا من معتقدم که اگر ما صحنه جنایت رو ببینیم شاید نظرمون عوض بشه. Good afternoon, everyone. For those of you who were not present in the courtroom today, I want to take a minute to summarize the nature of the proceedings on People versus Christopher Watts this afternoon. Mr. Watts entered a plea of guilty to all 9 counts. Those counts include murder in the first degree after deliberation as to Shanann Watts, murder in the first degree as to Bella Watts, murder in the first degree as to Celeste Watts, unlawful termination of a pregnancy as it relates to Nico Watts, and 3 counts of unlawful tampering with a deceased human body. As a result of his plea of guilty, he will not face the death penalty. Sandy said it very, very poignantly to me. He made the choice to take those lives. I do not want to be in a position of making the choice to take his. همونطوری که توی ویدیو دیدید، کریس قتل هر سه عضو خانوادهش رو به عهده گرفت. هر چهار عضو خانوادهش رو. من مصاحبه دادستان رو گوش دادم. دادستان میگفت که ما میتونستیم برای کریس اعدام بخوایم، ولی خب مادر و خانواده شانن تصمیم گرفتن که کریس اعدام نشه و به نظر من هم کار درستی کردن. یعنی تا آخر عمرش کاری که کرده رو لحظه به لحظه به یاد میاره. و خب کریس در دادگاه از خودش دفاع نکرد، هیچ حرفی نزد، هیچ بیانیه‌ای نداد، اصلا نگفت چرا به قتل رسونده، چرا چه جوری به قتل رسونده، فقط نشست و گوش داد و گریه کرد، انگار که از کاری که کرده باشه پشیمونه، ولی انگار کسی دیگه کارو انجام داده، ولی انگار کسی دیگه انجام داده و اون داره مجازات میشه. قاضی دادگاه گفتش که من هزاران پرونده قضاوت کردم، ولی این پرونده غیر انسانی ترین پرونده‌ای بوده که من دیدم. کریس در آخر به 5 بار حبس ابد بدون آزادی مشروط، 48 سال زندان برای سخت غیر قانونی و 36 سال زندان برای دفع نامناسب اجساد. شاید جالب باشه که من اینجا که نکته‌ای رو براتون اضافه کنم، چرا 5 بار بهش حبس ابد دادن. ظاهرا وقتی که تو یه بچه زیر 12 سال رو به قتل میرسونی توی آمریکا، به جای یه قتل 2 قتل محسوب میشه و انگار تو اگر یه بچه رو بکشی 2 قتل کردی. 2 بچه‌ش 4 سال فقط به خاطر 2 بچه‌ش. و این خیلی به نظرم جالبه. تقریبا 1 سال بعد از قتل شانن و دخترها که دیگه کریس محکوم شده بود و توی زندان بود، و ما میدونیم که قبل از 2019 کریس اصلا نگفته که چرا خانوادش رو به قتل رسونده، چجوری به قتل رسونده، ولی در سال 2019 یک مصاحبه 5 ساعته انجام داد و به خیلی از سوالات جواب داد.
من نمیخوام که داستان به قتل رسیدن رو تعریف کنم براتون، ترجیح میدم بریم حرفای خود کریس رو بشنویم. She got home like at 2 o'clock. I just had a feeling that she knew like what was going on. What I did Saturday night was the last straw. Going out with somebody and throwing an actual bank account card and just like not trying to hide it at all. I felt her get into bed. She started rubbing her hand on me and we ended up having sex. When I woke up next later on in the morning, like, you know, I pretty much, you know, told her, like, you know, I didn't think it was going to work anymore. And she was like, what was last night, you know? And she's like, I knew there was somebody else. I couldn't just say, yes, there is somebody else. But then she said, never going to see the kids again. Get off me. If I never met Nikki, would I ever have thought our relationship was bad? Probably not. So then when did it turn? Told her I didn't love her anymore. That's when it happened. What happened? Somebody got off her and then I thought, man, I don't even want to say it. I felt like I had to. I just felt like there was already something in my mind that wasn't planned, that I was going to do it. And I woke up that morning, it was going to happen, and I had no control of it. Why couldn't I just let go? What was she doing? Right. What she said? Wrong. Yeah, she had her little pink blanket with her. And where was Shanann at that point? Yeah, she's pretty much on the bed, but she was face down. Put Shanann in that sheet, carried her downstairs, back in my truck up. So you put Shanann in the truck? And then you put the two girls in the truck? Sitting in the back with the, like, in that bench. So Shanann was back there too? On the floor. What did they say about Shanann being on the floor? Mom, you okay? What'd you tell them? She'll be fine. When I was driving up there, you know, they were just sitting there, just kind of asleep or kind of just like, you know, holding on to each other, laying in each other's laps. Honestly, like, I try to picture that whole ride, like, it's like 45 minutes to an hour ride out there. And it's just like, couldn't I have, like, saved my girl's life? Couldn't I have done something? Why did I do that? I don't know. I wanted all my life was to be a dad, just to have, you know, kids, and they love me, they, you know, all that. And it just nothing made sense. So what happened when you got out there? CC was first. Blank over and did she show it off? I think so. And then went down to Bella. Tell me what happened there. She said, what happened to Cece? Every time I closed my eyes, I said to see her saying that, you know, and that was it. Yeah, that every day. همون طوری که توی ویدیو شنیدید، جانان برای زندگیش نجنگیده بود و اصلا با کریس درگیر نشده بود. کارگاه میگن که احتمالاً شانان حدس میزده که کریس اونو رها کنه، چون که اون قبلاً هیچ خشونتی از کریس ندیده بوده و اصلا دلیلی نداشته که بجنگه. ولی بازم عجیبه که آدم برای زندگیش نجنگه وقتی تو نتونی نفس بکشی. و بعد هم تعریف کرد خود کریس که بلا باهاش جنگیده، کم درگیر شده و خب ما میدونیم که زمانی که بلا رو میخواسته بندازه داخل تانک، چون قطر درب ورودی تانک کم بوده، بلا باسنش زخم شده و خراشیده و همچنین موقعی که کاراگاه رفتن که جسدها رو در بیارن، دور لبه های تانک موهای بلوند بلا چسبیده بوده. تقریبا یک سال بعد از اینکه حکم کریس اومده بود و کریس رفته بود زندان، خانواده شانن به دادگاه مدنی شکایت کردن و در اون دادگاه مدنی کریس رو مجبور کردن که 6 میلیون دلار به خانواده شانن پرداخت کنه. البته ما میدونیم که کریس همچین پولی نداره، ولی خب خانواده شانن میخواستن مطمئن باشن که به کریس هیچی نمیماسه، هیچ پولی دستش نمیاد، حالا چه بخواد کتاب بنویسه، چه بخواد هر کاری بکنه. چون همه کسایی که مثلا یه کاری به قتل چیزی میکنن، واسه اینکه همه پولی در بیارن اینا، یه کتابی مینویسن، کاری میکنن.
حالا این آخر داستان، یه چیزی هم براتون اضافه کنم، خب شاید جالب باشه. در 19 آگوست، یعنی بعد از اینکه شانون و دختراش به قتل رسیده بودن، جنازه هاشون پیدا شده بود و فهمیده بودن داستان از چه قراره، یکی از سرچایی که نیکی دوست دختر کریس انجام داده بود این بود که اگر کتاب بنویسه چقدر پول گیرش میاد. ظاهرا یه داستان دیگه همینجوری داریم، یه پرونده جنایی بی آقایی به اسم پیتر اسکات که همسرش و فرزند پسرش رو میکشه به خاطر معشوقش، و اون معشوقه فکرم اسمش هم امبر فریه، یه همچین چیزی. اون یه کتاب مینویسه و خب و نیکی هم رفته اینو سرچ کرده که ببینه این خانم چقدر پول در آورده از فروش این کتاب. و یه چیز دیگه هم که سرچ کرده این بوده که آیا مردم از امبر فری متنفرن یا نه. خب دیگه گفته که آبروم رفته دیگه، حداقل یه پولی به جیب بزنم. آره دیگه، مثلا یه سودی بکنم. نمیدونم. این داستان هم تموم شد. امیدوارم از این داستان خوشتون اومده باشه. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار. خدا نگهدار.